در تداوم سیاست سرکوب زنان از سوی حکومت، جانشین فرمانده ناجا بار دیگر یادآور شد که طرح مقابله با پوشش اختیاری همچنان به قوت خود باقی میماند. اظهاراتی که با انتقاد برخی چهره‌های مطرح مشوق شرکت مردم در انتخابات جمهوری اسلامی برای تغییر وضعیت مواجه شده. برای جزئیات بیشتر همکارم افشار سیگارچی اینجا در استودیو با ماست. افشار، درود بر تو، خوش اومدی. جزئیات رو از تو بشنویم. بله، اول میخوام فلش بک بزنم به تقریبا یک ماه پیش از برگزاری دور اول. مسعود پزشکیان که هم اکنون رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی خیلی صحبت کرده بود در مورد اینکه این برخوردهای قهری با زنان در سطح جامعه تاثیر نداره و گفته بود که در صورتی که او پیروز بشه دولت تمام قد در مقابل این گونه اظهارات و برخوردها میایسته. دو هفته شده ایشون انتخاب شده و حالا به عنوان رئیس دولت معرفی شده. جانشین فرمانده ناجا در اظهار نظری تازه آمده گفته که بحث حجاب و در واقع بد حجابی و طرح نور تعطیل بردار نیست، این عبارت ایشونه، و گفته که اساسا دولت ها در جمهوری اسلامی تغییر کنن، هیچ تغییری در روند کار ما نیست. این اظهار نظر رو نگه داریم. دوره‌ای که ابراهیم رئیسی زنده بود، بماند که هنوز بعد از گذشت 2 ماه علت مرگش، آخر علت حادثه مشخص نشد، رادان در اون موقع در تجد ابراهیم رئیسی گفته بود که رؤسای جمهور وقت میان این طرح‌ها همواره هستش، اما برای اینکه بخوان رأی بیارم کاری در قبالش نمی‌کنم. ولی اساساً الان می‌بینیم که همون بحثی که تحریمی ها مطرح می‌کردن، اون کسی که انتخابات تحریم می‌کنه، میگه آقا اساساً در جمهوری اسلامی رئیس جمهور هیچ کاری است و چیزی رو تغییر نمی‌ده. الان این اظهار نظر آقای رضایی، جانشین فرمانده ناجا، مورد تاییدیه که اساساً رئیس جمهور در یک چیزهای محدود شاید بتونه تاثیرگذار باشه، اما به صورت کلی نمیتونه تغییر ایجاد کنه. این مسئله با مثلا انتقاد احمد زیدآبادی مواجه میشه و که تا پیش از برگزاری انتخابات تشویق میکرد که آقا پزشکیان بیاد که وضعیت بدتر نشه، یه چیزایی رو تغییر بدیم. حالا گلای من شده که حتی نذاشتید به مراسم تحلیف مسعود پزشکیان برسه و این موج یأس و ناامیدی رو داره در جامعه میپاشید که اساسا رئیس جمهورش تأثیری در این امور نداره و هیچ تغییری نمیتونه ایجاد کنه. میگه حتی اگر میخواستی حداقل زمانی میگفتید که ایشون در تلویزیون داشتین بعدا رو میداد. به هر حال باز میرسیم به اون بحثی که تحریمی ها مطرح میکردن که رئیس جمهور شاید یک سری وعده ها بده در ساختار جمهوری اسلامی، اما اساسا تصمیم های این چنین از جای دیگری گرفته میشه. دو سه خبر هم هست. یه ویدیو مثلا منتشر شد، میگم الان بعد از تموم شدن انتخاب جمهوری اسلامی برخوردها دوباره داره افزایش پیدا میکنه، شاید حضور لباس شخصی در سطح خیابان است عاملین به معروف و خب گشت های ارشاد هم زیاد شده. یک خبری و خبرگزاری ایلنا و دیگه خبرگزاری داخلی هم کار کرده بودن که در شهرستان نور گفته بودن که خودروی پلیس به یک خودروی با شیشه‌های دودی مشکوک میشه و در پی تعقیب و گریز دستور ایست میده، خودرو نمی‌ایسته و اقدام به تیراندازی میکنن و بعد گفته میشه که یکی از سرنشینان مصدوم میشه. این چیزی که خبرگزاری رسمی نوشتن، اما کانال خبری کانال تلگرامی مملکت روایت تازه‌تری رو منتشر کرده که روایت کرده که این یک شهروند بوده که خودروشون چون در لیست توقیفایی که برای حجاب اجباری بوده قرار داشته، به خاطر این ترس اینکه خودشون توقیف بشه فرار میکنن و مأموری شلیک میکنه، اول به لاستیک و بعد تیر دیگری که شلیک میکنن به یکی از سرنشینان برخورد میکنه، خانم 30 ساله به اسم آرزو بدری. در آخرین اطلاعاتی هم که داده گفته شده که گلوله به نخاعه ایشون برخورد کرده، روز دوشنبه گفتم در کماس و بعد در آپدیتی که روز سه‌شنبه دادن گفتن گلوله به کمرش برخورد کرده، از پایین قطع نخاع شدن. این نخستین مورد هم نیست. علی گودرز اسفند ماه سال گذشته نگار کریمیان رو داشتیم، در اسفند ماه 1401 هم اگر اشتباه نکنم بهمن سال گذشتم آنایت امیرپور رو داشتیم که در بروجر به همراه همکلاسیش بود، خود شخصی کنارشون ایست میده، نمیایستن، شلیک میکنن و اون دختر جونش رو از دست میده. به هر حال اینا همه مواردی که در اون چارچوب بحث حجاب اجباری در ایران داره انجام میشه و میبینیم که افرادم به این دلیل جونشون رو از دست میدن.